با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 25 ماه عقرب سال 1395 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. سلب صلاحیت وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از سوی مجلس نمایندگان در چهارمین روز استیضاح وزیران کابینه. با گزارش های زمینه میفرستند که با استناد به او گزارشات و مطالعه دقیق او گزارشات نمایندگان مجلس تصمیم خود را میگیرند. تلاش های تازه حکومت افغانستان برای درج نام رهبر گروه طالبان در فهرست سیاسی سازمان ملل. تعهد پنتاگون برای نابودسازی جهانبینی گروه داعش در افغانستان. تا تو با ما سرگرم این کار هست تا اطمینان به دست بیاوریم که افغانستان به پناهگاه امن هراس افغانان دوباره مبدل نمیشه. رسیدن شمار بازگشت کنندگان افغان از پاکستان و ایران به کشور به بیشتر از 900 هزار تن در 10 ماه. با توافق وزیران دفاع اتحادیه اروپا برای فرستادن نیروها به بیرون از کشورهای عضو این اتحادیه به توافق سازمان ملل. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مجلس نمایندگان در نشست امروز وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را سلب صلاحیت کرد، اما با وزیران زراعت و آبیاری، مبارزه با مواد مخدر و انرژی و آب رای اعتماد داد. در این نشست بار دیگر در غیاب این وزیران برایشان صندوق رای گذاشته شد. با نمایندگان به بررسی علتهای مصرف نشدن بودجه توسعه این وزارت ها برای آنان رای دادند. در این حال شمار شهروندان کشور رای دادن به وزیران را پیش شنیدن برنامه های آنان از سوی مجلس نمایندگان پرسش برانگیز می دانند. نشست روز سه‌شنبه استیضاح چهار وزیر دیگر بدون سر و صدا آغاز می شود و بیدرنگ در نبود وزیران زراعت و آبیاری، انرژی و آب، مبارزه با مواد مخدر و مخابرات و فناوری اطلاعاتی صندوق رای گذاشته می شود. سرانجام وزیران زراعت و آبیاری، انرژی و آب و مبارزه با مواد مخدر رای اعتماد نمایندگان را به دست می آورند. اما وزیر مخابرات و فناوری اطلاعاتی رد صلاحیت می شود. رئیس صاحب جمهور نغواړو چې زر تر زره وزیر د مخابراتو ولسی جرګې ته معرفي کړي. اما گذاشتن صندوق رای در غیاب وزیران و گوش ندادن به دلایل وزیران از بهره مصرف نکردن بودجه توسعه وزارت‌هایشان به چی معنا میتواند بود؟ با گزارش های زمینه میفرستند که با استناد به او گزارشات و مطالعه دقیق او گزارشات نماینده های مجلس تصمیم خود را میگیرند. مبنای استیضاح هم فقط و فقط حساب قطعیه 1394 است. هیچ گونه دلایل سیاسی دیگر که به اصطلاح کمکاری کرده چی کرده و چه تخلف داره، تخلف مالی داره، چین از این گبان است. برخی از شهروندان کشور نیز این کار نمایندگان را پرسش برانگیز میدانند. وکیلا زمانی که رأی اعتماد میدن یا سلب صلاحیت میکنند باید حرفای خود وزیر بشنوم، دلایل از او بگم، چون چیزی نیه که وکیل تحقیقات داشته باشه قبلا. پیش از اینکه عمل که بیای وزیر و تشریح بکنن و خود از دستاوردهای خود گپ بزنه، او تصمیمی که قبلی گرفته میشه به نظر من باعث یک شهروند درست نیست. پس از سلب صلاحیت شدن شماره از وزیران، حکومت این مسئله را به دادگاه عالی راجع ساخته است. اکنون همه در انتظار فیصله دادگاه عالی برای پایان دادن به تقابل میان شورای ملی و حکومت هستند. به دنبال خواستار جمهور برای درج نامهای رهبران هراس افغان به شمول ملا هبت‌الله رهبر گروه طالبان در فهرست تحریم های سازمان ملل، اکنون باورهای هم وجود دارند که این خواست حکومت یک گزینه خوب برای معرفی گروه طالبان به حیث هراس افغان جهانی و فشار است برای این گروه تا به صلح تن دهند. در این حال مقام های روس میگویند که مسکو در ماه آینده میلادی میزبان گفتگوهای سه جانبه میان روسیه، پاکستان و چین درباره افغانستان خواهد بود.
15 سال پس از فروپاشی رژیم طالبان، نخستین بار است که حکومت افغانستان خواهان درج نام رهبر این گروه در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل شده است. و اما رئیس جمهور با این خواستش به دنبال چیست؟ زیرا این پرسش درباره سرنوشت گفتگوهای صلح به میان آمده است که آیا کابل با این خواستش درهای صلح با طالبان را می‌بندد؟ از یک طرف میتونه گروه طالبان با 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 اگر بخواد بتونه شناسایی بین الملل سرکوب بهتر بکنه یا حداقل مشروعیت بیشتری بده بر مبارزه خودش علیه از این گروه، از یک طرف دیگه باعث شود که طالبان با قبول فشار بیش از حدی که از بیرون بالایشان بیاید تن به مذاکره بتن. در این میان همزمان با پخش خبرهایی از تماس روسیه با طالبان، مسکو میزبان نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان در ماه آینده میلادی خواهد بود. مقام های روس، چین و پاکستان در این نشست بی حضور کابل درباره افغانستان گفتگو خواهند کرد. اگر افغانستان در هر گونه گفتمان منطقوی چی برای تأمین امنیت افغانان، چی برای ایجاد همکاری ها جهت مقابله با ناامنی های منطقوی صورت میگیره اگر حضور نداشته باشه، لذا نمیتواند آن مؤثر باشه. پرسش اینجاست در حالی که این کشورها بر گفتگوهای صلح با رهبری افغانستان تاکید می‌ورزند، چرا از افغانستان در این نشست دعوت نشده است و هدف از این گفتگوها میان روسیه، چین و پاکستان چی می‌تواند بود؟ این سه کشور کوشش می‌کنه که یک موقف واحد و متحد در باره مذاکرات با رئیس جمهور آمریکا، آینده آمریکا در باره افغانستان باشد. زمیر کابولوف رئیس بخش آسیایی وزارت خارجه روسیه بر گفتگو با دو قدرت بزرگ دیگر منطقه تهران و دهلی نو بی آنکه از افغانستان نام ببرد نیز تاکید می‌ورزد. کشورهایی که در غیاب افغانستان می‌خواهند به نام افغانستان تصامیمی را بگیرند، من فکر می‌کنم که در قبال از او اهداف مشخص سیاسی و اقتصادی را در منطقه دارند. با این هم دیده شود با خواست رئیس جمهور برای جا گرفتن نام رهبر تازه طالبان در فهرست سیاه سازمان ملل که گونه فشار بر طالبان از بحر تن دادن به گفتگوهای صلح نیز پنداشته می شود، آیا تغییری در جنگ و صلح افغانستان خواهد آمد یا خیر؟ در این حال حکومت افغانستان با فرستادن نامه به سازمان ملل خواهان برداشتن تحریم های این سازمان بر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار خواهد شد. سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی میگوید انتظار می رود که سازمان ملل در برداشتن این تحریم ها با حکومت افغانستان همکاری کند. در این حال امین کریم نماینده حزب اسلامی میگوید که تاکنون تشکیلات این حزب منحل نشده است. هیئت کمیته تحریم های سازمان ملل متحد در روزهای پسین در دیدار با رهبران حکومت، مشاور شورای امنیت ملی، شورای عالی صلح و هیئت حزب اسلامی درباره برداشتن تحریم ها بر رهبر و اعضای حزب اسلامی رای زنی کرده است. فیصله وشول چې د افغانستان دولت به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د بندیزونو د حزب اسلامی پر رهبرۍ د بندیزونو د لری کولو لپاره یو مفصل غوښتنلیک په ډېره نږدې آینده کې استوي. ضمناً د بندیزون د کمیټې دخوا تعهد وشولو چې دوی به هم دغه غوښتنلیک بررسی. دولت افغانستان باید مکتوب رسمی برداشته شدن تعذیرات به سازمان ملل متحد و کشورهای زیر پیشکش بکنه تا اونا در این رابطه اقدام بکنه. حکومت انتظار دارد که پیش از برداشتن این تحریم ها از سوی سازمان ملل متحد، حزب اسلامی تعهدات را عملی سازد که در توافق نامه صلح با حکومت افغانستان توافق کرده است. کشیدن لیست امیر حزب اسلامی از لیست سیاه سازمان ملل گام دیگه است که حکومت ما و شما برمیداره، اما با کمال افسوس تاثیرات از را در عرصه سیاسی و امنیتی و صلح افغانستان ما از طرف حزب اسلامی شاهد نیستیم. دولت افغانستان مکلفیت ها که در مقابل داشتن وعده ها که داشته بود او را پذیرفته، وعده داده او را میکنه، ولی حزب اسلامی همچنان وعده هایی که با حکومت افغانستان داشتن با او وعده های باید جنبه عملی پیدا بکند. اما اراده حزب اسلامی برای اعلام آتش بس، منحل ساختن تشکیلات نظامی و قطع ارتباط با گروه های حراس افغان چیست؟ ما تمام تعهداتی را که کرده بودیم قدم به قدم و حتی پیش از موقع هم اجرا کردیم و حاضر به اجراش هستیم
به طور نمونه آتش بس سرتاسری، همکاری در بخش‌های امنیتی با دولت. باورها بر این هستند که با وجود فروکش کردن شعارهای حکومتی ضد حزب اسلامی، برخی از اعضای رهبری این حزب هنوز هم در برابر حکومت افغانستان شعارهای خصمانه سر می دهند. با این همه انتظار می رود که در روزهای آینده 9 کمیته فرعی در چارچوب کمیسیون اجرایی توافقنامه صلح آغاز به کار کنند و زمینه ها را برای عمل ساختن همه جانبه توافقنامه صلح فراهم سازند. امریکا عملیات از داعش را در افغانستان نگنیاز می داند. پنتاگون می گوید که داعش می خواهد جهان بینی خودش را در بخش های از جهان به شمول افغانستان گسترش دهد. اما امریکا این جهان بینی داعش را نابود خواهد کرد. در این حال نمایندگان و شمار از آگاهان سیاسی از حضور داعش در افغانستان نگران هستند. ایالات متحده امریکا از حضور داعش در افغانستان نگران است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا مبارزه با گروه داعش را در افغانستان برای تامین امنیت آمریکاییان مهم می‌داند. ما ناگزیریم ضد گروه داعش در هر جایی که باشند به شمول لیبیا و افغانستان عملیات را راه‌اندازی کنیم تا بتوانیم با این کار از مردمان خودمان محافظت کنیم. ما هر روز سرگرم این هستیم تا چگونه از حمله های هراس افغانانه جلوگیری کنیم. ناتو با ما سرگرم این کار است تا اطمینان به دست بیاوریم که افغانستان به پناهگاه امن هراس افغانان دوباره مبدل نمیشه. ما یک بار دیگر تعهدمان را برای محافظت از آمریکا تازه می کنیم و همکارانمان را در افغانستان یاری می رسانیم تا کشور و آیندهشان را مسئول سازند. در حالی که نگرانی ها از حضور داعش در میان رهبران سیاسی کشورهای جهان و سازمانهای جهانی وجود دارند، شماری از نمایندگان مجلس به این باورند که داعشیان تنها در ولایت ننگرهار حضور دارند. اما برخی از گروه های ناخشنود دیگر با انجام برخی از جنایت ها می خواهند نشان بدهند که می توانند به داعش بپیوندند. افغانستان از هر کشوری بیشتر ضربه پذیر است. جنگشان با طالب دوام داره. القاعده قسمان یک بار دیگر جان میگیره و داعش هم در کشوری جنگ زده مثل افغانستان میتونه بیشتر سربازگیری بکنن. هراس افغانانی که خودشان را وابسته به گروه داعش میدانند در بخش هایی از ننگرهار، غور، کنر و به تازگی در سرپل دست به جنایت ها در برابر غیر نظامیان زدند. قتل عام غیر نظامیان و سوزانیدن خانه های مردم در اچین ننگرهار، رو بودن مسافران، حمله بر تظاهر کنندگان در کابل و نیز تیرباران 30 غیر نظامی در غور از جنایت هایی هستند که داعشیان مسئولیت آن را پذیرفتند. مرکز عدلیه و قضایه مبارزه با فساد دارید مینان میداد که پای مقام های بلند پای آلوده به فساد را به دادگاه میکشوند. لوی سارنماری میگوید که این مرکز از هر گونه مداخله سیاسی به دور است و همه پرونده ها به گونه شفاف و همه جانبه بررسی میشوند. اما باورهای وجود دارند که تاکنون این مرکز پرونده های بزرگ فساد داری را بررسی نکرده است و امیدواری ها برای کشانیدن پای مقام های بلند پای آلوده به فساد به دادگاه نیز بسیار اندک هستند. هرچند تا هنوز روشن نیست که چه زمان فساد پیشگان بزرگ دادگاهی خواهند شد، اما لوی سارنوالی اطمینان می دهد که این کار را خواهند کرد. هیچ چیز ما را انشالله در امر مبارزه با فساد اداری ناتوان نخواهد ساخت و این مرکز آماده ازی است که هر قضیه یا هر موردی که شامل صلاحیت های رسیدگیش باشد به او قضیه رسیدگی بکنه. باورها بر این هستند که حکومت پیش از نشست بروکسل از بهر نشان دادن تحرک در کار مبارزه با فساد اداری این مرکز را ایجاد کرد. اکنون کارهای این مرکز از سوی حکومت بسیار جدی گرفته نمی شوند. وعده های زیاد می تن اما از کوچکترین قضایا آغاز می کنند. ولی حضر ما فکر می کنم که این همه یک بار دیگر برای اغوای مردم است و کارش به جایی نمی رسه. باید پرونده های بسیار کلان و بزرگی که با میلیون ها دلار در او اختلاس شده بود، اونا را می آوردن، به رسانه ها نشان می دادن، به مردم افغانستان هم که ما این قسم محکمه می کنیم و این دستگاه را به ارتباط جور کرد. تا اکنون 53 پرونده به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری برای بررسی رسیده است. باز این میان کار روی 8 پرونده ادامه دارد.
31 تن همین اکنون در بند این مرکز بسر میبرند. با تمامی پرونده های فساد که بیشتر از 10 میلیون افغانی باشد، در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری بررسی میشوند. تا چند لحظه دیگر چند خبر از جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. وزیران دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای نخستین بار به اعزام نیروهای واکنش سریع به کشورهای بیرون از اتحادیه اروپا با بی توافق شورای امنیت سازمان ملل به توافق رسیدن. بر بنیاد این توافق کشورهای اروپایی می توانند به تنهایی برای نابودسازی هراس افغانان و تهدیدهای برخواسته در بیرون از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دست به کار شوند. در همین حال دبیر کل ناتو از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهد که در بخشهای دفاعی بیشتر سرمایه گذاری کنند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا درباره طرح دفاعی مشترک به توافق رسیدند. بر بنیاد این توافق کشورهای اروپایی می توانند برای مهار تهدیدها در بیرون از کشورهای عضو اتحادیه اروپا سربازان واکنش سریع را پیش از آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد دست به کار شود بفرستند. در این اواخر حتی ما درباره بحران و تجزیه اتحادیه اروپا خبرهایی به گوش ما می رسید. از همین رو اکنون 28 کشور عضو درباره یک طرح دفاعی و امنیت اتحادیه اروپا با توافق رسیدیم. در همین حال دبیر کل ناتو از این توافق اتحادیه اروپا استقبال می کند. همکاری های مشترک ناتو و اتحادیه اروپا می توانند سبب استحکام امنیت کشورهای اروپایی شود. ما از تصمیم وزیران دفاع و خارجه اتحادیه اروپا استقبال می کنیم. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال درباره این توافق پس از پیروزی دونالد ترامپ به توافق رسیدند که دونالد ترامپ امواره در پیکارهای انتخاباتیش تاکید می کرد که باید کشورهای متحد امریکا در اروپا برای تامین امنیتشان بیشتر سرمایه گذاری کنند. در غیر آن واشنگتن آنان را تنها خواهد گذاشت. و اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. دادگاه عالی مصر حکم اعدام محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر را لغو کرد. دادگاه عالی مصر می گوید هرچند حکم اعدام او لغو شده است، اما محمد مرسی در پیوان به تشویق زندانیان به فرار از زندان در جریان انقلاب سال 2011 میلادی دوباره محاکمه خواهد شد. وزیر اقتصاد روسیه در پیوان به اختلاس و رشوه ستانی بازداشت شد. اداره مبارزه با فساد اداری روسیه می گوید که او در پیوان به گرفتن رشوه به ارزش 2 میلیون دلار بازداشت شده است. اتحادیه اروپا هفته وزیر حکومت سوریه را از بر دست داشتن در سرکوب و کشتار غیر نظامیان در سوریه شامل فهرست سیاهی این اتحادیه ساخت. در خبرنامه اتحادیه اروپا آمده است که عمد دارایی های آنان در بیرون از کشور ضبط شده اند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. شمار بازگشت کنندگان از پاکستان و ایران به کشور به بیشتر از 900 هزار تن رسیده است. وزارت مهاجرت نوبت کنندگان میگوید که از این میان بیشتر از 600 هزار از پاکستان و 300 هزار تن دیگر از ایران از آغاز سال روان میلادی تا کنون به کشور بازگشتند. در این حال برنامه خاربار سازمان ملل میگوید که در میان این بازگشت کنندگان 23 هزار کودکان هستند که از تغذیه نادرست رنج میبرند و هم با خطر تغذیه نادرست روبرو خواهند شد. امسال افغانستان بیشترین بازگشت کنندگان را در چندین سال پسین داشته است. از آغاز سال 2016 میلادی تا کنون 900 هزار تن از پاکستان و ایران به کشور بازگشتند که بیشترین این بازگشت کنندگان از پاکستان هستند. اما این بازگشت کنندگان با چی چالش های روبرو هستند؟ وعده مادی نست از طول دروغ دی گپ شپ ده. و خلق راغلی په دالارو کې پراته دي تاسو ټول ولیدل ورسوي وګورئ یا هم بسیار است خوراکیم چیز مواد بخینی است سرپنام زمین خانه هیڅ زم نه داری
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که برنامه های گسترده ای را برای رسانیدن کمک به این بازگشت کنندگان روی دست دارد. افغان دولت پتی ورسته او که 3 میلیون افغانی رسانیدونکو کډوالو د پاره ځانګړي کړي او هغه افغانان چې هغه د مهاجرت کارتونه نه لري او د تورخم لارې هیواد ته راستنیږي د کورنۍ له هر غړي سره یې له دغې بودیجې څخه 3350 افغانۍ مرسته کیږي. از سوی همسازمان ملل متحد برای فراهمسازی کمک به بازگشت کنندگان خواستار 152 میلیون دلاری کمک از جامعه جهانی شده است. در حدود 23,000 طفلی که با این خانواده ها از کشورهای همسایه به خصوص پاکستان به کشور عودت میکنند، در حدود 23,000 طفلشان که یا مصاب به سوی تغذیه هستند و یا هی که نزدیک هستند که به سوی تغذیه بروند، از او جلوگیری شوه و تداوی شوند، او را هم در نظر داریم. آمارها نشان می‌دهند که در کنار بازگشت بی‌پیشینه مهاجران از کشورهای همسایه، نزدیک به 500,000 تن دیگر در داخل کشور از بهر گسترش جنگ‌ها از خانه‌هایشان بی‌جا شده‌اند. با درازا کشیده شدن نبرد در ولایت هلمند سبب شده است تا کارهای 16 پروژه توسعه در این ولایت متوقف شوند. مقام‌های محلی هلمند می‌گویند که کارهای این پروژه‌ها در شهر لشکرگاه و برخی از ولسوالی‌های این ولایت آغاز شده بود، اما به علت گسترش نامنی‌حال در این ولایت کار متوقف شده است. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 67 افغانی، یک یورو 72 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1000 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 624 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکند. آقای ملک خوش آمدید. سپاسگزارم. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. بازیکنان میریپوش زر 19 سال کرکت کشور در ادامه اردوگاه تمریناتی خش قرار است دومین بازی پنجاوره تمریناتی را با تیم پارسی ممبئی انجام دهد. این میریپوشان کرکت کشور بعد از به پایان رساندن این اردوگاه تمریناتی رهسپار سریلانکا می شوند. در ادامه رقابت‌های چهار روزه جام الکوزای احمد چای عبدالی، تیم آمو توانست با تفاوت یک وکت کابل گرین را شکست بدهد. در پایان این دیدار مرادری با انجام دادن 123 دوش توانست لقب بهترین بازیکن میدان را به دست بیاورد. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت بنگلادش، تیم‌های یاران نبی ساخل و راشد آرمان میلی‌پوشان کرکت کشور در مقابل حریفان تن به شکست داد. قرار است این رقابت‌ها بعد از دو روز تعطیل بار دیگر در داکه بنگلادش آغاز شود. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها با شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 رو بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.